معمولا گاهی یک پرسش مشترک از من میشه که شما چرا همه چیز رو به رهبر ربط میدید؟ مثلا فرض کنید که یه جا مدرسه ای از آموزش پروریشی هست، یه جا یه کارگاهی هست، یه جا دارن ورزش میکنن، جای دیگه مثلا مسئله روزنامه نگارا هست، یک مطلبی توی تلویزیون هست، تو مجلس این طرف اون طرف، این همه مسائل هست. شما وقتی نقدی میکنید به یک موضوعی حتما یک جا ربطش میدید به رهبر. واقعیتش من یک پاسخ مشترک و ساده برای همه اینها دارم که بله، من همه ناهنجاری هایی که در این جامعه هست به رهبر ربط میدم. علتش هم مشخصه، به خاطر اینکه ایشون تمام سرنخ‌ها رو به خودش وصل کرده در هر کجا. مثلا میریم دانشگاه، واقعا خدا وکیلی این ریختی که دانشگاه های ما دارند، ریخت یک فضای علمی مناسب و مطلوبه؟ هرگز. در دانشگاه ها نمایندگان رهبری هستند و مسیر تعلیم و تعلم رو به سمتی میبرن که حاج آقاها میخوان. عمده نمایندگان رهبری تو دانشگاه ها کوچکترین سوادی به مقوله علم، علم آکادمیک ندارن، از حوزه آمدن، اونجا چشمن، جاسوسند که برای حضرت آقا خبر ببرن یا خط و نشانهای رهبری رو در دانشگاه تحکم بکنن. و رئیس دانشگاه کی هست که بخواد مقاومت کنه بگه حاج آقا این شیوه آموزش نیست که شما دارید تلمبار میکنید، این شیوه علم پروری نیست، این شیوه تحقیق و پژوهش نیست. یه دفعه میبینید رهبر سخنرانی میکنه راجع به مثلا علوم انسانی. خب علوم انسانی چه ربطی به رهبر داره؟ یک مفاهیمی بوده در دانشگاه ها تدریس میشده به اسم علوم انسانی، از علوم سیاسی گرفته تا مقولاتی مثل مثلا ادبیات، تاریخ و حقوق، همه این چیزهایی که زیر مجموعه علوم انسانی آدم میتونه ردیف بکنه، تمام اینها تغییر میکنن. چرا؟ چون رهبر فرمایش فرمودن که علوم انسانی باید علوم اسلامی باشه و تمام اون آب و رنگهای غربی ازش گرفته بشه. آخه شما در وادی علوم انسانی در موضوع مثلا فرض فرمایید سیاست اصلا چیزی ندارید به اسم علوم اسلامی سیاسی یا علوم سیاسی اسلامی، اصلا چیزی ندارید، هر چی هست ترجمه است. به خصوص فضای دانشگاه ما همه درس ها، شمده درس ها ترجمه است، ما چیزی نداریم. الان حاج آقای رهبر، اون اتومبیل به BMW ضد گلوله‌ای که سوار میشید همش غربیه، اون گوشی تلفن، نمیدونم اون گچی که روی دیوارتونه، همه اینها واقعیتش این اصرار رهبر در دخالت در هر کجا به این شکل در آمده که یک آسیب‌های کلی برآمدن از هر کجا به هم پیوستن و کل کشور رو در هم کوفتن. من بسیار مشتاقم راجب زیبایی ها صحبت کنم، بسیار مشتاقم راجب قشنگی ها و موفقیت ها. دوست دارم یه گوشه یک مدیر موفق رو ببینم، ذوق بکنم به عنوان ایرانی. شما نگاه کنین، همین آقای روحانی رفته در یک همایش و یک نشست بزرگ فرمانداران و استانداران کل کشور سخنرانی کرده، ظاهرا مثل که حالا این جمع بوده راجع به انتخابات اینا دارن آماده میشن، یه جمله ای گفته. ایشون شما این چقدر خنده دار، جمله خیلی زیباست ظاهرش ها. ایشون آقای رئیس جمهور، آقای روحانی فرمودن که در هر کجا تخلف دیدید فریاد بزنید. اولا که این صحبت غلطیه. فریاد بزنید یعنی چی؟ شما هر جا تخلف دیدید لحاظ قانونی باید جلوش رو بگیرید. این ادا اطفارا و این شعارها چیه که برای مصرف داخلی شما میایید مثلا مثل خود رهبر حرف میزنید؟ آقا هر جا تخلف دیدید یعنی به یه فرماندار میگید که هر جا تخلف دیدید فریاد بزنید. چرا نمیگید که هر جا تخلف دیدید به لحاظ قانونی جلوش بیستید؟
چرا؟ به خاطر اینکه هیچ وقت قانون در این سرزمین ریخت نداشته. کدوم فرماندار جرأت میکنه دخالت های امام جمعه رو فریاد بزنه؟ دخالت های شورای نگهبان رو، ناظرین شورای نگهبان رو فریاد بزنه؟ اصلا امکان نداره. اصلا خود مجموعه در خلاف غلط میزنه، دست و پا میزنه. حالا برمیگردیم سراغ رهبر. شما ببینید تو امر کشاورزی هر وزارتخانه یک نماینده رهبری داره. شما ببینید یه آخوند مگه چه دانشی از کشاورزی داره؟ در آموزش پرورش نماینده رهبری در وزارت آموزش پرورش، بعد یه جمعیتی هم در اطراف او هستن. این نماینده رهبری در آموزش پرورش می نشینه، طرح میده، دخالت های خودش رو که انجام میده در مفاد درسی ها هرچه که هست، یه طرحی میده به این که آقا ما در هر مدرسه یه حاج آقا داشته باشیم. این همه مثلا حوزه های علمی آخون بیرون میدن، بالاخره اینا باید به شکل کاربردی جاهای حضور داشته باشن. فاجعه است حضور آخون در مدرسه. حضور آخون در مدرسه یعنی یک آوار بر سر دانش آموزان ما. این طرح رو مکتوب میکنن، خودشون هم ذوق میکنن، میگن که بله ما یک مفری برای حضور حاج آقا ها، آخوندهای خارج شده از حوزه ها در مدارس داریم، از با کم سواد تا پرسواد. مثلا اینا رو میبرن پیش رهبر، نماینده رهبر در آموزش پرورش، ایشون هم تصویب میکنه، میگه بله فکر خیلی خوبی است. آقا در انرژی اتمی رهبر نماینده داره، در اداره راه، شهرسازی، در شهرداری رهبر نماینده داره. و اینا مثلا شما می‌بینید که مثلا یه دفعه قالیباف گفتش که ما خانم‌ها و آقایون رو که در شهرداری کار می‌کنن از هم تفکیک می‌کنیم، تفکیک جنسیت. اینا اصرار همین نماینده‌های رهبری در هر کجا هست. شما نگاه کنید دست به هر چه که بگذارید معدن حضور رهبر رو اونجا می‌بینید. یعنی این مملکت انگار یک ساندویچ در دست رهبر. یعنی واقعا این که من همه موضوعات رو به رهبر ربط میدم، اصلا گمانتون بر این نره که من خصومتی دارم، نه، یه واقعیتی هست. ببینید الان مثلا این اخیراً یه تاکسی های یک سیستم حمل و نقل ایجاد شده به اسم اسنپ. خب این پشتش سپاهه، یعنی هر کجا یه پولای قلمبه ای هست سپاه اونجاست. سپاه هم یک بله بزرگ از رهبر گرفته برای هر حرکت اقتصادی و سیاسی. گفتم من یه چند تا نماینده خواستن که من رو ببینن، یه حدود 20 نفری بودن، رفتیم یه جایی. اون نماینده ها میگفتن که آقای نوریزاد، مال دوره قبل مجلس بودن، آقای مطهری هم توی این جمع بود، علی مطهری، این 20 نفری که خواستن من رو ببینن، نماینده میگفتش که آقای نوریزاد، ما 50 اصل قانون اساسی هست که مجوز ورود به اونها رو نداریم، یعنی علنا مسکوت ماندن. بخشی از این قوانین ممنوعه که ما اجازه نداریم بهش سر فرو ببریم مربوطه به رهبر و وظایف رهبر و این چیزا میشه. یعنی یه نماینده اصلا مطلقا مجاز نیست که اشاره بکنه به فلان بند قانون اساسی که به رهبر و مجموعه های زیر نظر رهبر بنده. بعد جالبه که همین نماینده ها به من میگفتن که سپاه وقتی میخواد یه لایحه بیاره فردا تو صحن علنی مجلس مطرح کنه، یا وزارت اطلاعات یه لایحه‌ای رو میخواد بیاره فردا توی مجلس مطرح بکنه، روز قبلش میاد از تک تک نماینده ها امضاء مورد نظرش رو از ماها میگیره. یعنی مثلا فردا اگه قرار رو به یک لایحه رأی مثبت بدن، همه این نماینده ها رو روز قبل میرن ازشون طبق یک لیست امضا میگیرن که آقا فردا به این لایحه رأی مثبت میدید شما. یا مثلا کمیسیون هایی که هستن در مجلس و قرار ردیف بودجه رو مشخص کنن برای دستگاه ها، یه نامه میاد از بیت رهبری که آقا مثلا بنیاد فاطمه الزهرا
دانشگاه فاطمه الزهرا، نمیدونم فلان حوزه، فلان مجموعه حوزوی، انقدر بهش پول بدید، انقدر بهش پول بدید. و اینها، این نماینده میگفتش که این نامه هایی که از بیت رهبری میاد که ردیف بودجه مشخص کنیم برای دستگاه های تحت نظر رهبری و مثلا مصباح و دیگران، حوزه های علمیه و حاجقه ها و آیت الله ها، مطلقا مورد بحث واقع نمیشن، همینجوری سرزب میرن توی بودجه. پس رهبر در هر کجا دخالت میکنه و اگر هم دخالت مستقیم نداره، این اعوان انصارش حضور دارن. مهم اینه عزیزان من که نمیشه به اینا اعتراض کرد، نمیشه به اینا اعتراض کرد. و چون نمیشه به اینا اعتراض کرد، شخص رهبر راهی باقی نگذاشته برای اعتراض که آقا نماینده شما در مثلا فلان معدن که داره استخراج میشه داره خطا میکنه، داره اشتباه میگه، داره زور میگه، به کجا باید مراجعه کرد؟ کدوم یکی از این نماینده ها پاسخگو بودن؟ مشکل از خود رهبر شروع میشه. ببینید الان مجلس داره راجع به نیروهای خودسر یه لایحه‌ای رو داره سعی میکنه به تصویب برسونه، یه شوخی بزرگه. نیروهای خودسر یعنی همین برای بچه های بسیج که آدم های بددهن، فحاش، عصبی، کم سواد و مطلق نگرن. اینها اصلا نیاز رهبری است به اینها، رهبر اینها رو احتیاج داره، خودش اینها رو پرورونده که آقا هر جا ماجرایی هست بریزید به هم بزنید. شما نگاه بکنید یک سفارتخانه جزئی از خاک یک کشوره. وقتی بسیجی ها میریزن جلوی نیروی انتظامی این سفارتخونه رو داغون میکنن و از دیوارش بالا میرن، دو تا اتفاق میفته در صورت ظاهر. یکی این که نیروی انتظامی از ریخت میفته و این یک فاجعه بزرگی که جلوی چشمش یک چنین فاجعه دست به دست میشه که یه عده قلچماق میریزن، زنگ میزنن، شیشه ها رو میشکنن، دیوار میرن بالا. یکی هم این که اینا رو خود سپاه تحریک میکنه، تحریک نه، سازماندهی، برنامه ریزی، و سپاه هم گوشه چشمی به رهبر داره و از اونجاها اجازه ها صادر شده، هزینش رو مردم میدن. یعنی طرف از دیوار سفارت میره بالا، عربدش رو میکشه، گریبان میداره، شعارش رو میده، لذتش رو میبره، بعد خسارتهای بین المللیش رو مردم ایران میپردازن. شما امکان نداره جایی رو گیر بیارید که تحکمهای رهبری، اشارات رهبری و خواستهای رهبری، امر و نهیهای رهبری اونجا رو به گند نکشیده باشه. من به صورت اتفاقی مثلا انگوش میگذارم به فرش مثلا. خب میگیم که آقا این فرشی که داره یه کارگری داره میبافه چه ربطی به رهبر داره؟ چه ربطی به رهبر داره که شما فرش رو هم بند می... جدی میگم، همین الان به صورت اتفاقی به ذهنم رسید راجع به فرش مثلا صحبت بکنم. ارتباط داره. یعنی همین فرش وقتی میاد توی بخش صادرات کاملا ارتباط پیدا میکنه. یه دوستی از دوستان من داشت تعریف میکرد، میگفتش که این میراث فرهنگی و گردشگری که یک سازمان زیر نظر ریاست جمهوری یک دعوتی کرد، یک فراخوانی داد راجع به نگارش مقالات متخصصانه که روی کردش این باشه که مثلا ما گردشگر فرا بخوانیم به کشور. میگو منم یه مقاله نوشتم و مقاله من چون خیلی همه جانبه نگریسته شده بود به مقوله گردشگری پذیرفته شد. بعد یک همایشی ترتیب دادن در یکی از این شهرستان‌ها و من رو هم دعوت کردن که آقا 20 تا مقاله باید خوانده بشه، یکیش مال شماست. گردشگری، دوستان من، راجع به گردشگری میگفتش که من بلند شدم رفتم اونجا و روز اول 10 نفر مقالهشون رو خوندن، رسیدیم به روز دوم، نوبت من شد، من رو فرا خواندن، رفتم پشت تریبون که مقاله خودم رو در باره گردشگری بخوانم. میگفتش که اتفاقا توی اون شهری که
این همایش برگزار شده بود راجع به گردشگری. امام جمعه های سراسر کشور هم در اون شهر همایش داشتن و اون روز خودشون رو تقسیم کرده بودن تو ادارات، مثلا دو تا امام جمعه برن تو آموزش پرورش، دو تا امام جمعه برن فلان جا، پخش شده بودن توی همه جا توی اون شهر. این جزء برنامه اون امام جمعه ها بوده. میگفت یه دونه از اینا یا دو تا از اینا هم سهم اون جلسه ما شده بود، نشسته بود اون جلو حاج آقا. بعد منم رفتم پشت تریبون شروع کردم به خواندن مقاله، همینجوری که راجع به گردشگری و تعریف گردشگری و اینکه جاذبه های گردشگری چی هست، که مردم زیر ساختاش چی هست، که از اون ور دنیا بلند میشه میاد اینجا، مثلا چه خصوصیاتی رو ما باید براش فراهم بکنیم که او هم آرامش داشته باشه، هم امنیت داشته باشه، هم لذت ببره و هم پول خرج بکنه. گفت درست در اوج این که من داشتم مقالم رو میخوندم، این حاج آقایی که امام جمعه که سهم مجلس ما بود، یه دفعه از همونجا نعره زد که آقا بیا پایین، بیا پایین، از این حرفا برای ما نزن. گفت همه سکوت کردن. گفت چرت و پرتا چیه داری میگی؟ بعد اشاره به خودش کرد، من امام جمعه یاسوجم، من امام جمعه ماسوجم، یاسوج هستم. اگر گردشگر با اون خصوصیاتی که شما داری تعریف میکنی پاشو بذاره یاسوج، من قلم پاشو میشکنم. این چیزایی که تو داری میگی تعارجون فرهنگیه، من اصلا اجازه نمیدم. شما نگاه کنید، یه امام جمعه در یک گوشهی میسته و در برابر یک مسئله بسیار حیاتی و بزرگ و ملی به اسم نظام گردشگری که اصلا پولساز هست میسته. چرا؟ چون از رهبر خط گرفته، از شخصی که همین حرفا رو میزنه، همین تعاریف رو داره. حالا بیا به این امام جمعه حالی کن که اصلا مقوله گردشگری بسیار فراتر از نفت میتونه برای ایران ارزاوری داشته باشه. اینی که واقعیتش من به هر چه که نگاه میکنم، به هر چه که نگاه میکنم، میبینم رد پای رهبر و نمایندگان رهبر در اونجا هست و اون مجموعه رو خراب کردن. رازش هم در این هست که رهبر اصلا در شأن خودش نمیبینه که پاسخگو باشه و این بزرگترین فسادی است که در نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی از بالا گرفته تا پایین داره خسارت ایجاد میکنه. شخص رهبر به هیچ یک از مسئولیت هایی که با ولع بر همه اونها دست برده پاسخگو نیست. به تبع رهبری که پاسخگو نیست، تمام نماینده های او، تمام استانداران، تمام وزرا، تمام نماینده های مجلس، تمام مسئولین اصلا پاسخگو نیستن. اخلاق پاسخگویی به یک شکل مسخره ای در آمده، به یک شکل مسخره، و این یک فاجعه بزرگ ملی است که هیچ مسئولی پاسخگوی مفاسدش، ضایعاتش، ناهنجاری هایی که ایجاد کرده نیست. ما بیماریم مگه نسبت به یک مسئول اعتراض کنیم؟ مگر خصومتی با کسی داریم که هی بیاییم اعتراض بکنیم؟ نگاه میکنیم میبینیم که آقا یک جامعه فقط و فقط با پاسخگو بودن مسئولینش میتونه رشد بکنه. شما نگاه کنین، این آقای خمینی یه جمله‌ای داره به اون منتسبه، فاجعه است این جمله، فاجعه. ایشون میگن که حفظ نظام اوجب واجبات است. حفظ نظام اوجب واجبات است یکی از فاجعه آمیزترین جملاتی است که پشتش خون و خونریزی و غارته. یعنی تو میتوانی برای حفظ نظام آدم بکشی، غارت بکنی، مصادره بکنی، زندانی بکنی، از ریخت بیاندازی، همه چیز رو تعطیل بکنی، نماز و روزه و خودشون میگفتن دیگه، همه چیز رو تعطیل بکنی که این نظام بماند. شما نگاه بکنید، من این رو دارم میگم. من در همین جمله آقای خمینی که خیلی ها رو زدن کشتن به خاطر همین جمله و حفظ نظام، میام به جای حفظ کلمه نقد رو میگذارم. یعنی حفظ نظام اوجب واجبات هست، میشه نقد نظام اوجب واجبات است. ببینید چقدر زیبا میشه و چقدر کاربردی. یعنی اینکه آقا نقد نظام یعنی نقد مسئولین،
نقد مسئولین نظام اوجب واجبات است. نقدم، نقد مسئولینم یعنی این که مسئول باید پاسخگو باشه در قبال امضایی که کرده. الان شما مثلا با آقای قالیباف میتونید بگید که آقا باید بیای پاسخ بدی؟ به شکل نمایشی دعوتش میکنن تو شورای شهر، یه آدم ذلیل و زبون اونجا هستن، جرأت نمیکنه عضو شورای شهر به قالیباف بگه آقا شما طبق قانون اجازه نداشتی برای سومین بار شهردار تهران بشی. حالا ما کاری نداریم به این املاک نجومی که هپلو کردید فرستادید رفت، اینا چیزاییست که تازه آشکار شده. این وقتی شما میگید که نقد نظام اوجب واجبات، دیگه یاشار سلطانی نمیره زندان بلکه تقدیر میشه. ولی وقتی مجموعه جوری تربیت شده برای عدم پاسخگویی، یک خبرنگار وقتی افشا میکنه یک مفسده ای رو، میبرنش زندان و براش پرونده سازی میکنن. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم از این منظر که همه کارهای این مملکت به رهبر مربوطه و دست ایشون در تمامی مفاسد، ناهنجاری ها، ظلم ها و تمام کارهایی که باعث شده سرزمین ما به زمین گرم کوفته بشه، از اون ریزگرد ها بگیرید تا برید زابل، برید توی هرمزگان، برید توی دریا، برید دریای شمال، اینا همه هست، همه هست. یه سوال از رهبر بپرسید، رهبر خیلی به روسیه علاقمنده، ازش بپرسید آقا سهم 13% ما ایران در دریای خزر چرا لیاقت این رو نداشته شما یک کلمه در موردش صحبت بکنید؟ ما قبلا تو زمان شاه 50% دریای خزر سهم ما بوده، الان شده 13%. به جناب رهبر که به روسیه خیلی علاقمنده بگیم که آقا این دریای بزرگ انقدر لیاقت نداشته که یک سخن کوتاه معترضانه در اون سخنان پرخروش شما داشته باشه که بهش اشاره بکنید. شما دست به هر چه که بگذارید، به جنگل ها، به دریاها، به هر کجا که دست بگذارید، سرانگشتان مبارک رهبر اونجا رو میبینید که آلوده کرده و رو به ویرانی برده. شما به سپاه نگاه بکنید، اوج مفسده هایی که در این جامعه از آدم کشی گرفته تا دزدی توسط سرداران انجام میشه، متعلق به رهبره و ایشون پاسخگو نیست و طبیعیه که ما روز به روز عقب نشینی خواهیم کرد از روزهای خوبی که آرزو داریم. موفق باشید. وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران. مقاومت زندانیان سیاسی عقیدتی در برابر احکام ناعادلانه با توسل به اعتصاب قضا. بازداشت دو روزه شیخ الاسلام احمد منتظری و صدور حکم ناعادلانه برای ایشان از سوی دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت. در گذشته مشکوک آیت الله هاشمی رفسنجانی و کانون فرهنگیان خراسان. موضوعاتی بود که در مصاحبه اختصاصی شبکه جهانی دور تیوی با هاشم خواستار، عضو کانون صنفی فرهنگیان خراسان مطرح شد که توجه شما رو به این مصاحبه جلب. آقای خواستار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت میکنم. خواهش میکنم. منم درود میفرستم به شما و همکارانتون و تشکر میکنم از شما که باز صدای منم به ملت ایران و به خصوص همکاران گرامی هم معلمان میرسونید. آقای خواستار اولین سوال من مربوط میشه به وضعیت وخیمی که زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران دارن، به خصوص زندانیان سیاسی عقیدتی که مجبور میشن برای دستیابی به حداقل ترین حقوق خودشون و خواسته هاشون دست به اعتصاب قضای خشک یا تر بزنن. نظر شما در این مورد چیه؟ بله، این زندانیان ما، زندانیان سیاسی،
و عقیدتی ما، اینا به معنای واقعی نمایندگان ملت هستن، نماینده های سنف خودشون هستن، مثل آقای اسماعیل عبدی. و به خاطر اینکه حاکمیت که استبداد هست و میبینه که اینها جایگاه بسیار بالا و والایی در بین مردم دارن، میخواد صدای اونها رو خاموش کنه به شکل‌های مختلف. اما خوشبختانه زندانیان هم متوجه شدن که من یک جمله‌ای دارم و بارها گفتم از رژیم شاه این جمله رو دارم، که اصولا در بین زندانیان سیاسی در رژیم شاه بود، که زندانی موقعی که وارد زندان میشه تازه مبارزه شروع میشه. و خوشبختانه این نمایندگان واقعی مردم که در زندان ها هستن این مسئله رو کاملا گرفتن و از داخل زندان صدای ملت رو چیکار میکنن؟ به گوش کل ملت و همینطور جهانیان میرسونن. و به خاطر این هست که حاکمیت عصبی میشه، در میمونه، اصلا در مونده که چیکار کنه، چه رفتاری رو با اینها داشته باشه. عاجز شده، به معنای واقعی حاکمیت عاجز شده این زندانیان سیاسی. ما هر موقع اراده کنن، خودم توی زندان به من گفتن، به همسرم گفتن که اگر آقای خواستار ساکت بشه ما ایشون رو فوری آزاد میکنیم و حتی ایشون رو نمیدونم میتونیم دعوت کنیم تو هتل، نمیدونم کجا با ایشون مذاکره کنیم. اینها هر موقع اراده کنن میتونن آزاد بشن. چه زمانی؟ زمانی که حرف از حقوق ملت نزنن. بنابراین ملت هم باید در اینجا هوشیار باشه، آگاه باشه که اینها به خاطر اونها به زندان افتادن، به خاطر حقوق بشر، به خاطر انتخابات آزاد، به خاطر رسیدن به یک رفاه نسبی، داشتن یک صنعت ملی و و و و همینطور. آقای خواستار، شما در ارتباط با اراده این زندانیان سیاسی و عقیدتی گفتید، یعنی هر زمانی که اینا اون خواسته هاشون که دفاع از حقوق مردم دیگه است، دفاع از حقوق بشر هست، دست بکشن از این خواسته هاشون، خب ما میدونیم که همینطور که شما گفتید آزادشون میکنن، ولی خب اینا دست نمیکشن و یک مقاومتی رو ما شاهدش هستیم، به خصوص در این روزها شاهد اعتصاب قضای آخریش آقای خزلی بود. از روزی که ایشون رو دستگیر کردند، آقای خزلی دست به اعتصاب قضای خشک زد و در روز 13 ما شاهدش بودیم که قوه قضاییه با این همه قدرت نمایی پوشالی که در برابر مردم میکنه به زانو در اومد و مجبور شدند که آقای خزلی رو آزاد کنند و تن بدن به خواسته آقای خزلی، تنها به خاطر مقاومتی که انجام شد و دیگر زندانی ها. البته میخواستم نظرتون رو در این ارتباط بدونم. تجربه ثابت کرده که هر جایی که نمایندگان واقعی مردم و یا ملت مقاومت کرده، استبداد عقب نشینی کرده، اونم بخصوص استبداد دینی. ما هم کارمان آقای محمود بهشتی لنگرودی بعد از مدت کوتاهی که همینطور اعتصاب قضای خوش داشت مجبور شدن آزادش کنن. آقای اسماعیل عبدی بعد از 20 روز مجبور شدن آزادش کنن. چرا؟ برای اینکه خدای نکرده اگر برای اینها در زندان اتفاقی بیفته، و خدای نکرده که به زبانم نمیاد، اگر اون چی که نباید اتفاق بیفته اصلا قوغا میشه. یعنی این دیگه ما همه ما خبر داریم که خاورمیانه که به هر کد در افتاد از اون آقای محمد بوعزیزی بود که در تونس خودش رو آتش زد، به خاطر که شهرداری بسار چه جمع کرده بود و یک سیلی هم بهش زده بود. اینها هم خودشون حاکمیت خبر دارن که کشور بشکه بارود کردن، هر آن ممکنه جرقه ای صورت بگیره و کل مملکت به حرکت در بیاد.
آقای خواستار، با توجه به وضعیتی که شما از کشور شهر دادید و گفتید که در یک حالت انفجاری است، طبیعتاً انتظاری که از مسئولان میره اینه که با مردم همدردی کنند، به مطالبات اونا گوش کنند و سعی کنند وضعیت رو آرام کنند. ولی حرکت‌هایی که از سوی مسئولان ما شاهدش هستیم در این چند وقت فقط مردم رو بیشتر داره تحریک میکنه. به عنوان مثال دستگیری آقای خزلی و همین دو روز پیش آقای احمد منتظری رو، پسر آیت الله حسین علی منتظری رو، زنگ میزنه دادگاه ویژه روحانیت، دوستانه دعوتش میکنه، میگه بیایید ما باتون یه کاری داریم. وقتی که ایشون میرن اونجا میگیرن و آقای احمد منتظری رو میندازن رو سلول انفرادی و واسه دو روز کسی از ایشون خبر نداره. این حرکتایی که فقط باعث تحریک جامعه میشه و جامعه رو سوق میده به سمت رادیکالیزه شدن. میخواستم نظر شما رو اول در ارتباط با برخوردی که با آقای احمد منتظری صورت گرفت و دوم در ارتباط با حکمی که برای ایشون صادر شده تنها به علت انتشار یک فایل صوتی که مربوط میشه به 28 سال پیش و مصاحبه با همین رسانه دور تیوی در حکمشون اومده بود، انتشار فایل صوتی، مصاحبه با دور تیوی و انداختن یک عکس دست جمعی با یک سری از فعالان مدنی مانند آقای نوریزاد و دیگر فعالان مدنی. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدم. من در ابتدا واقعا کمال تشکر از خانواده آیت الله منتظری به خصوص احمد آقای منتظری دارم که بعد از زندان به دیدنم آمدن و من همینجا به مردم بگویم که روحانیت واقعی اینها هستند. چرا؟ برای که ایشون راحت با یک پراید، با یک پراید نماینده آیت الله منتظری آقای حسینی که در مشهد هستن، با راحت با همون پراید آمدن و با پرایدشون رفتن، نه محافظی نه اون دنگ و فنگی با یک سادگی تمام. ایشون چیکار کرده؟ ایشون یک فایل صوتی که پدرشون قائم مقام رهبری بوده و در اونجا گفته آقا این انسانها رو نکشید که از شما در تاریخ به عنوان جانی نام خواهد بود، چیزی دیگری نموده، تمام دنیا هم خبر داشته، منتها این سرد شد اینجا، این یک مدرک شد که آقا پس اینقدر که میگوین که در تابستان سال 67 شما کشتید و کشتید و هزاران نفر زندانیان بیگناه که به اینا حکم داده بودید که ممکن بود یک روز دیگه آزاد بشن و یا بالفرض حبس ابد داشتن، شما اینها رو اعدام کردید، دنیا اینا رو محکوم کرد و محکوم میکنه و محکوم خواهد کرد. برای اینها بسیار سنگین تمام شد، گران آن تمام شد، اون وقت فوری وصل میکنن بله در ارتباط با منافع بیگانه و منافقین و نمیدونم چی و چی و چی و چی. من همیشه گفتم، همیشه بارها گفتم اگر من کاری کردم که اینها به سراغم آمدن من تحت فشار به هر صورتی گذاشتن، پس معلوم میشه کار مثبتی کردم. این خانواده محترم، این خانواده عزیز بسیار قدم‌های بزرگی برای آگاهی ملت برداشتن و حاکمیت در مونده و میگیره به زندان میاندازه، اما نمیدونه که جایگاه اینها در بین مردم چقدر هست. خدا بیامرزه پدرشون آیت الله منتظری، من دانشجو بودم که آیت الله منتظری در اون زمان در رژیم شاه ایشون زندان بودن و تبعید بودن، حالا باز در رژیم جمهوری اسلامی نوبت فرزند ایشون شده که زندان باشن و تبعید باشن اینها، ولی همیشه اینطوری باقی نخواهد موند. برای چه؟ برای که توده ها خوب آگاه شدن، مردم خوب فهمیدن که حق چی هست و کی هست و باطل چه کسانی هستن، و این فقط از بقیده من برمیگرده به همون فشار اثری که به حاکمیت وارد میشه از طرف نمایندگان واقعی ملت و حاکمیت هم در مونده که چیکار کنه. یک حاکمیتی که بسیار فاسد هست،
که در تاریخ ایران سابقه نداشته. آقای خواستار، شما توی مصاحبه ها و گفته های قبلیتون هم بارها گفتید که این نظام یکی از فاسدترین حکومت های تاریخ ایرانه. سوال من در ارتباط با درگذشت مشکوک آیت الله هاشمی رفسنجانیه. یعنی خب کسی که خودش یک قسمت از نظام حاکم در ایران بود زمانی، ما شاهدش هستیم طبق مدارک و اسنادی که فعالان سیاسی مانند دکتر مهدی خزلی، آقای روح الله زم و دیگران رو کردند و منتشر کردند، این یک مرگ طبیعی نبوده و آقای هاشمی رفسنجانی به مرگ طبیعی از دنیا نرفته و نظام ایشون رو از سر راه برداشته. میخواستم نظر شما رو در این ارتباط بدم. من در زندان یک دوستی داشتم که از قرقیزستان بود، مهندس هم بود، یک همبندی بود، همبندی ما بود به اصطلاح. حالا ایشون هم به جرم نمیدونم جاسوسی و اینطور چیزا گرفته بودن. خیلی ایشون حرف جالبی میگفت. میگفت که در زمان استالین موقعی که یک نفر میگرفتن باز نگاه میکردن که این یک نفر با کیا ارتباط داره، اونها رو هم میگرفتن. باز نگاه میکردن که اونها با کیا ارتباط داره، اونها رو هم میگرفتن. باز نگاه میکردن که اون با کی ارتباط داره، همیشه میرفتن جلو و همه رو اعدام میکردن. خب چی شد؟ چی نتیجه گرفتیم از حکومت استالین، از حکومت هیتلر؟ میخوام این رو بگویم که در حکومت های دیکتاتوری این یک قاعده و قانون هست که فقط بکش که کشته نشوی. ولی باز این شطور همون ضربه مثالی که ما خودمان ایرانی ها داریم، باز در خودی خودشون هم میخوابه. ولی خودشون به عقل اگر به عقل بیان که نمیان. در همین آمریکا نگاه کنن، رئیس جمهورایی که زنده هستن همشون راحت معمولی آزادانه زندگیشونو میکنن، رئیس جمهورای قبلی. ولی در کشور ما ایران همه اونهایی که نخست وزیر بوده، رئیس جمهور بودن، منفور شدن. همشون به یک شکل یا تبعید و منفور شدن، از رده خارج شدن. چرا؟ برای اینکه این خاصیت حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری هست که روش عملکردشون همین هست که از رسمان سیاه‌سفید میترسن، وحشت دارن که هر آن ممکنه این به سراغ خودشون بیاد. ولی نمیدونن خودشون استثنان اینها به اصطلاح دینی هستن، قرآن رو قبول دارن. ولی قرآن میگه ان الباطل کار زهوقا، باطل از رفت از بین رفتنی هست، بالاخره از بین میره. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الذل، حکومت با کفر باقی میمونه. به قول خودشون اروپا و آمریکا و اینا کفره، بلاد کفره، ولی میبینید حکومتشون راحت باقی مونده و هیچ مشکلی هم ندارن. ولی با ذل باقی نمیمونه. حالا از این به این آقایان راحت قشنگ ثابت میشه دو تا چهار تا که چرا ظلم میکنید. من نامه‌هایی که از زندان فرستادم، اون قاضی بدبخت یک ذره ایراد نتونست بهش بگیره که من دوباره محاکمه کردن و زندان دادن و اینها. فقط گفت آقای خواستار چرا اینها رفته رو سایت ها و تلویزیون ها و رادیوهای خارج ازش سوء استفاده کردن؟ یعنی چی؟ یعنی این کشتار ما، این دوزی های ما، آقا چرا تو رو کردی؟ معنی حرف آقای قاضی یعنی همین اینه که ملت هرچی بیشتر باید آگاه بشن. بیماری شناخته شده هست، مشخص است، و آن یک کلمه نبود آزادی. نبود آزادی موقع که ما آزادی نداشته باشیم همین این وضع در زمان. باور کنید من میخوام بگم اینا روی واقعا ناصرالدین شاه هم سفید کردن، چه به محمد رضا پهلوی. یعنی چنان رفتار زننده مشمئز کننده داشتن و دارن که روی خیلی از این جنایتکاران سفید کردن که من امیدوارم طی یک مقاله بتونم بنویسم. واقعا شما نگاه کنید چابلوسی به کجا رسیده که
اون نماینده رهبری موقعی که دست پا میگه که موقعی که رهبر متولد شدن گفتن یا علی یا آقای شمخانی، برمیداره که به رهبر وحی میشه، یا ای آقای علم الهدای مشهد ما میگه رهبر معصوم هستن. این اوج چابلوسیه که در تاریخ ایران نه در زمان ناصرالدین شاه نه در زمان محمد رضا پهلوی در زمان هیچ کدام از این حاکما سابقه نداشته. اوج چابلوسیه متاسفانه این هست واقعیت. آقای خواستار، سوال بعدی من مربوط میشه به کانون فرهنگیان خراسان. این روزها شاهد مطالب زیادی هستیم که در ارتباط با این کانون منتشر میشه. لطف کنید و یک توضیحاتی رو در این ارتباط برای بینندگان ما بدید. بله خواهش میکنم. کانون سنفی فرهنگیان خراسان در سال 83 که اون نفرات اول که دورشون تمام شد، یک انتخابات جدیدی برگزار شد که یکی از اونها خودم بودم که بالاترین رأی را هم آوردم. ولی حاکمان ما، دولتمردان ما به هیچ عنوان به ما اجازه نمیدادن. تا اینکه بالاخره مجوز صادر شد که آقا شما میتونید انتخابات برگزار کنید. ما در آذر انتخابات رو چیکار کردیم؟ برگزار کردیم. در نوبت اول همکاران بسیار خوب آمدن، استقبال کردن. بسیجی ها هم آمده بودن، یعنی همون از طرف بسیج مأموریت به معلم ها، به فرهنگیان بسیجی داده شده بود که شما هم باید کاندید بشید و برید رای بدید که این کانون رو از چنگ معلمای که چنگ معلمانی که به معنای واقعی نمایندگی معلمان رو دارن چیکار کنید؟ خارج کنید. اما چون دیدن که رای نمیارن به هم زدن، یعنی اصلا غیر قابل قبول بود که نماینده استانداری برگه های رای از ما گرفته و همونطوری سلاییم بسته بسته به یکی یکی میداد که محل شما چیکار کنید؟ رای بدید. سرسلای همه در آمد که آقا این که نشد، اصلا به ما برگه رای نرسیده. اجباراً هیئت سنی که یکی هم خودم بودم باطل اعلام کردید. در مرحله دوم اونها باز شرایط که اینطوری دیدن با یک سازماندهی بهتری آمدن و در این مرحله همکارای ما یک تعدادی کمتر آمدن و انتخابات که برگزار شد کاملا اصلا لیست داده بودن، لیست ولایی، و در شبکه های تلگرام هرچی هم از اینا سوال میکردن که آقای از این نفرات ولایی که لیست دادن، لیست نو نفره دادن، بیان جوابگوی پاسخهای معلمان باشن. یک سوالی رو جواب ندادن، یک سوال به هیچ عنوان. با چراغ خاموش آمدن فقط به اینا گفتن آقا تکلیف هست که شما برید و به این نفرات چکار کنید؟ رای بدید. بر همه معلم ها کاملا مشخص شد که اینها آمدن کودتا کردن، اینها آمدن کانون رو مصادره کردن. من در همین یکی از همین بیانیه اخیرم که اینها داده بودن در جوابشون نوشتم که اینها تقاضا کرده بودن که بله مملکت ما گل بلبل هست، مردم بریزید به 22 بهمن بیایید در تظاهرات شرکت کنید. من اینجا اینا رو زیر سوال بردم که حتی گفتم که یکی از اینا مثل که استرالیا بوده، یک مدت بسیار مأموریت داشته و اینا در کشور استرالیا که همچین دموکراسی پیشرفته هست، آیا یک نهاد نظامی در انتخابات معلمان دخالت میکنه؟ اینا فقط روش سکوت رو پیش گرفتن و اینطوری بگم که حتی من اتفاقا آرزو داشتم که در مقابل این بیانیه که دادم اینا برن شکایت کنن، ولی اینها زخامت پوستشون هم بسیار بالا هست، موشاشون کر میکنن و فقط هدفشون این بود که چیکار کنن؟ کانون رو از دست معلمان واقعی بگیرن. اما اون معلمان کاملا به فعالیتشون ادامه میدن. یکی از اونا خودم هستم. من قبلا در زیر تمام نوشتام مینوشتم سید هاشم خواستار نماینده معلمان در کانون سنفی فرهنگیان خراسان، حالا می‌نویسن نماینده معلمان ایران. چرا؟
برای اینکه پارسال سال گذشته در سیه یک تیر که ما میخواستیم در جلوی مجلس تجمع داشته باشیم ما رو دستگیر کردن. فقط 122 نفر آقا و 10 نفر خانم در پلیس امنیت بودیم، در جاهای دیگر هم بودن اینها، در همون عباس آباد کجایی که حالا من تهرانی نیستم اونجا رو زیاد دقیق نمیدونم. در اونجا موقعی که اسم من خوندن تمام معلمات کف زدن، همون مامورا گفتن آقای خواستار برای چی معلمات برای شما کف زدن؟ نخواستم به اینا خط بدم، گفتم به خاطر موی سفیدم اینها. و در یکی از نوشته ها و در خیلی از مصاحبه ها هم گفتم که مگر آقای خمینی که به ایران آمد و در بهشت زهرا سخنرانی کرد، در اون زمان 35 میلیون آدم همشون در بهشت زهرا بودن، این 122 نفر و اون 10 نفر خانم هر کدومشون از یک گوشه ایران آمده بودن، از اهواز بود، از قشم بود، از بندرعباس بود، از شهرهای مختلف آذربایجان، خراسان، از همه جا، همونجا تو زندان با من بودن، از خود تهران، کرج. این است که من به ملت ایران، به همکارانم میگم که ما راهمون رو ادامه میدیم. اینها جامعه ولایی به اصطلاح اینها میخوان که هیچ نوع جامعه مدنی روش نکنه، هیچ نوع انجو که یکی از اعضای جامعه مدنی هست که مجموعه اینها همون جامعه مدنی میشه وجود نداشته باشه، و اگر هم باشه یک دکور باشه. و اینها به اصطلاح چکار کردن؟ مصادره کردن که ما نتونیم استفاده کنیم، ولی ما راه خودمون ادامه میدیم. و در همون جا هم به اونجا در همون نامه اخیر من نوشتم به زندان هم میریم، حکمای هر حکمی هم که میخوان در بیدادگاه هاشون به ما بدن ما با جان و دل قبول میکنیم و به زندان میریم و ترسی نداریم. اما همه باید یک روزی پای میز حساب و کتاب بیان که این مملکت به وسیله یک نفر به این روز سیاه نشانده نشده، بلکه به وسیله یک مجموعه بوده که به تدریج به این روز افتاده که دیگه بر ملت ایران و جهانیان ثابت شده که هیچ نوع مدیریتی وجود نداره. من یک بذارید یک آخر یک حرف مثالی بزنم. کشور یونان موقعی که میخواست وام بگیره به خاطر شرایط بد اقتصادیش، خانم مرکل صدر اعظم آلمان به اینا گفت که اگر شما وام میخواید باید صرفه‌جویی کنید. حتی تنها تلویزیون دولتی رو چیکار کردن؟ تعطیلش کردن که صرفه‌جویی کنن اینها. حالا ما نگاه کنید تلویزیون خودش 48,000 کارمند داره، او باز هزینه های دیگرش، وزارت ارشاد بیاد، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، حکمت و بصیرت و و و و و و و اینها همه مصرف کننده هستن. اینها فقط پول نفت میاد که چی؟ که میخورن. در دنیا نگاه کنید اون کشور نروژ هم نفت تولید میکنه، میگه ما حق نداریم که این نفت رو آتیش بزنیم برای همین هایی که اینجا زنده هستن مصرف کنیم، این سرمایه باید باشه برای نسل های بعدی. چرا؟ سوال من اینه که این سرمایه ها، حالا بگذاریم که این سرمایه ها خیلی هم بره به نمیدونم سوریه و لبنان و کجا و کجا و کجا، تمام این سرمایه ها باید بیاد در داخل کشور ما، تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به کارخانه بشه که این جوان ها برن داخلش کار کنن تا اینقدر این زندان ها پر نشه. من بارها گفتم که جمهوری اسلامی یکی زندان ها رو آباد کرد و یکی قبرستان ها رو، اگر نه کار دیگری نکردن. آقای خواستار سپاسگزارم. خواهش میکنم. درود بر شما. متشکرم.